سعید حالا چطوری؟ سال نو مبارک. بسیم سال نو تو. ندیدمت تو این ایدیه با وجود این داستانا. یه سالی میشه ندیدمت. یه سالی که نبا کمتر دیدیم هم دیگر قبل از ایدم دیگر دیدیم. آره یه سری دیدم. راستی یه سری تجویز پزشکی واسم کردی. آفرین آفرین. رعایت کردی یا نه؟ یه بار استفاده که هم خیلی کار کرد دیگه استفاده. کشتی دیگه ها؟ شهید شدم. چیکار هیچی ما که مشغول بودی شروع کردیم از امروز با تو. امیدوارم که قدمت خوب باشه برامون. من اولین نفر. آره تو چی کار میکنی؟ یه رستوران پشبندش با نیسان آدم میریزن. آرت نیسان آدم یا امید. چی کار میکنی زهی؟ من خیلی خوبه که منو انتخاب کردی. بله تو نور چشم مایی جوجوی مایی. چی کار میکنی زهی؟ من همش خونه افتادم دیگه. همون کاری که تو میکنی. تو خواب و اینا. آفرین آفرین خیلی عالیه. هم دوباره میخوام. چی؟ میگم پا میشم یه ذره الکل میزنم و دوباره میخوام. آفرین فقط به دست و بالت میزنی دیگه. زیر بر. ببین یادم تو شوفرشو که با هم دیگه مصاحبه داشتیم بعدش گفتی که کاش یه چیز داری یادم میندازیم. یادم میندازی میگفتم به تو این حرفا. دت پرسید ازم دیگه یادم نمیاد. یادت نمیاد کلا که چی میخواستی بگی؟ دوباره یادم میاد. خیلی خوب. آقا میخوام اصلا کلا یه جوری دیگه شروع کنم. این اصلا فرق میکنه لایوش. میخوام بگم که چرا فقط شما محدودین به رپ فارسی و عرض به حضورتون که همین و هیچ کار دیگه نمی کنید. مثلا فیلم و سریال و میدونید مثلا کارگردان ها و چی؟ فیلم بسازیم؟ نه. ببین موزیک خب الان مثلا میگم کارگردان ها اومدن سراغ بچه های هیپاپی و حالا یه سری موضوعات و فیلم ها در این رابطه ساختن. میخوام بدونم که آهنگساز ها چرا همچین کاری نمی کنن؟ داریم به مثلا فرصتش پیش بیاد دیگه. الان که یه سری اتفاق ها افتاده ولی خب اون چیزی که باید نبودم. حالا کلا من منتظر اتفاقی بیفته خیره انجام. ولی خب به هر حال باید اون اتفاقی هم که میفته یکم چیز دهن پر کنی باشه. کلا من بلور رو دوست ندارم پروژه چیکو اینا رو پاره کنی. میگم باز شما یه اعلام آمادگی باید بکنید که آقا مثلا ما میخوایم همچین کاری رو بکنیم و شروع کنیم. آره یه سری برنامه دارم. من کلا شخصا اینجوری حال میکنم که یه پیشنهادی برام بیاد باشه بهش فکر کنم ببینم بالا پایینش کنم و سبک سنگین. زیاد اهل این قضیه نیستم برم یکی بگم سلام بیا کار کن. آره این برحال باید اولا اتفاقش بیفته. من منتظر هستم. یه دونه دیگه هم این که یه سری حرکت هم باید خودم بزنم آماده سازی. من تو ذهنم یه سری سکانس های فیلم های معروف رو بردارم موزیکی براش درست کنم. دایی خیلی چیک برای پست اینستا درست کنم. حالا در هم یه فکر کوچیکه ولی خب باید ببینم به کجا میرسه. الان صرفا کار مهمتری دارم واسه انجام دادم. باید اون پروژه اون تا برم. پس گارد خاصی نداری مثلا؟ نه اون بعد. آره صدا خوبه. فقط زمانی که من دارم مثلا صحبت میکنم تو صحبت میکنی نباید روی حرفم بیام چون مشخص نمیشه که چی میگی. بعدم این که سعید تو این یه ماه اخیر مثلا خیلی اتفاقای خاصی توی رپ فارسی افتاده. خیلی آلبوم دادن کار دادن و همینجوری هم تا بعدش هم این اتفاق جریان داره و بچه ها دارن پیش فروش میکنن این حرفا. نظرت چیه؟ کلا شنیدی؟ چجوری ارزیابی میکنی بچه ها رو کاراشون رو؟ دیدن که به نظرم چیز مثبتی که هست اینه که خیلی هوشمندی این قضیه زیاد شده. قبل خیلی با مردم و هنرمندا زیاد شده و اینکه کارهای باحالی تو دست رو چیزهای خاصی میذارن و اینکه حس میکنم داره این قضیه خیلی لول اپ میشه و حالا توی این لول اپ شدنه یه سری حواشی و اینا میاد. حالا سعی میشه بیشتر حل بشه این قضیه ها خیلی حل میشه. ولی چیزی که هستش اینه که به نظرم خیلی تانیم داده و از این بعد خیلی کار قراره بیاد
کنم تا اونجایی که من خبر دارم نزدیک و اینا. آره خیلی کار میاد. امسال به نظرم یه جرقه میخوره و یه اتفاق باحالی میفته. من که منتظرم. خیلی عالیه. با کار کی بیشتر حال کردی تو این چند وقته کسی که اومده؟ هیچ. آفرین آفرین. فیوریت فوره. کار خودتون چی؟ منم یه سری کار دارم که دیگه آخر خیلی تایم هم از روش دارم کار میکنم. بکنم دیگه اردیبهشت که تولدم هست یه خبرهایی باشه. اردیبهشت؟ آره. آخرین تولد پیشا پیش مبارک باشه قشنگه. محمد باور میشه تا حالا کادو نخریدم؟ هیچ کس برای کادو نخریده؟ هیچ کس که نه. دوست دخترم برام خریده ولی اونم چند سال با. ولی نه اصلا عادت کرده که بخرید. آرشیف چیز خاصی نیست که بگم این کادوی سال 83. خب چی دوست داری؟ حالا شاید الان کسی که داره میبینه برات بخره و بفرسته. هر چی ردیفه. من از اون آدم ها نیستم که بگم این چی بود. نه چی الان لازم داری؟ بگو یه گجت جدید نمیدونم. نه میخوام اکسسوری جدید چون تو زیاد اهل این زلمبوز و زیمبلا اینا هستی. خودت فکر کنی چی میتونی برام بخری؟ من که خودم یه چیزی واسه گذاشتم کنار ردیف. آقا یه سوالی ازت دارم. ببین هر آرتیستی خب یه امضایی برای خودش داره. آهنگسازان بالاخره برای خودشون یه داستانی دارن و هر کسی یه سبکی داره و یه امضای خاص خودشو داره، درسته؟ آره درست. تو با کسی مشکلی داری؟ این چه؟ چه ربطی به سو؟ خب خیلی ربط داره. میخوام بگم که آقا هر کسی یه سبک و یه مدلیه. خب توی آهنگسازای جدید تو با کسی مشکلی داری؟ حرف زیر زبونم بکشی بیرونا. من کسی که تو این دنیا مشکل دارم اونم تویی. تو سبک که باید نیست. ببین اون که گفتی سلطان بی‌مزه ها الان اینجا خوش نشون میده. نه میخوام بگم این حواشی جدیدی که پیش اومده موفقی من چون یه موجی لوس باحال. همه میدونن من بی‌مزه حواشی. به نظرم مصاحبه این لایو میگم مصاحبه این لایوی که داریم اینجوری بود که من موجی بودم تو ران چیز بودی شاگرد بودی. آها اوکی. میخوای من مجریشم؟ آره بپرس. چی پاته؟ پای جوراب. جورابه تا نشون بده. با ماشین میاد ماشین PS4 و چیز فرمون PS4 رو نداریم و پشتت یه پرده است که فقط. سعی کامنتاتو میبردم الان. نه جواب من ندادی جواب سوالمو. مشکل؟ آره اصلا مشکل با عشقی. خب جی جی پس چیه جریانش؟ دیگه یه چیزی گفته بود یه جوابی براش داشته بودم دیگه. خب نه کلا میخوام بگم آقا از کجا شروع شد جریان چیه؟ نظرمو گفتم دیگه. اینکه به نظرم اون چیزی که باید باشه نیست بعد این همه سال کار کردم. نظرم یکم ابتداییه چیزایی که درست میکنن و دیگه راجبه چیزایی میخونن که دیگه نگم. نه دوست داری اصلا توضیح بدی یا صحبت بکنی راجبش یا نه؟ چیزایی بهتر. خیلی خوب. آقا یه تفاوتی بین فضای توییتر تو با اینستاگرامه. خب تو توییتر یه سری حرفا میزنی یه سری ادوایسا میدی بعد توی اینستاگرام اصلا یه مدل دیگه است یه فضای دیگه است. تفاوت توییتر تو چی؟ نفهمیدم. اینجوری به نظر میرسه واقعا. آره آره. خب به نظر توییتر خیلی متفاوتی با توی اینستاگرام. من بعد اخلاق توییترم خوش اخلاق. آره. آخه قیافم بگم تو نگاه اول بعد اخلاق بچه بودیم میرفتم دم در دوستام که بگم مثلا به ننش بگم ما داریم میریم فلان. رو میدید میرید میگفت عمرن اصلا را نداره بچه من با تو بیاد تا سر کوچه خدافظ. ولی خب قیافت که خوبه صحبت کنم اوکی میشه میبینه که خیلی هم چیزم نرمه و فلان. خیلی هم نرمه و گوگولی. آره. نه پس هیچ خودت میگی هیچ فرقی نمیکنه فضای اینستا با توییتره؟ چرا؟
چیه اینو میخوام بگم بکنم. آره چرا اینجوریه؟ با توییتر بیشتر حال میکنی؟ آره توییتر خودمه، اینستا هم خودمه، ولی در ظاهر. در باطن چی؟ در باطن توییتر. سعی کاری داری که بخوای برامون پخش کنی، یه چیزی برامون پلی بکنی؟ یه چی واسط بذار بریم. من رسولی برو بریم. سعید حالا یه شبایی هم بیا چیز کنی مثلا خارج از لایو برامون پلی کنی، کیف کنی. برو بریم. حالا خیلی دارن این کارو میکنن. آره منم پایم، چون لایو خالی خیلی حاجی خزه، میدونم اینو، الان همه دارن این کارو میکنن، ولی اینکه یه کار متفاوت بکنی خیلی باحال میشه. بعد یه سری اپ ها و چیزای جدید هم هستش که تو میتونی قشنگ با کیفیت خیلی بالا موزیکو پخش کنی. خیلی دارن این کارو میکنن. همچین چیزی میشه که آره ببین مثلا تومارولند پخش کنی. ببین تومارولند پیجش یه کاری کرده بود، خیلی موزیکو با کیفیت خیلی بالایی پخش میکرد، بعد میتونستن مثلا سوئیچ بکنن بین دی جی ها. یعنی حالت استریم و یا استریم. آفرین آفرین. دمت گرم، خیلی عالی، افتخار خودت، عشقی، خیلی دوست دارم. یه ماشین یه موزیکی گوش بدیم. آفرین، این کرونا تموم بشه میام با هم بریم استخ، اصلا لایو بریم استخ. اوکی با لباس؟ نه دیگه حاجی، لباس کسی نمیپوشه بعد از کرونا دیگه. فکر نکنم کسی خیلی کارهای قدیمش رو انجام بده. ببین واقعا این قضیه همین جوریه که میگی، به نظرم اوکی نشه. مثلا فکر کن اگه یک سال این قضیه ادامه داشته باشه و هممون انقدر باشیم، به نظرت میتونی بری مثلا فری کثیف؟ نه همه خیلی چیز میشن، همه خیلی وسوسه خاص خودشونو پیدا میکنن. یه مد همون اندازه که تو قرنطینه بودیم همون اندازه طول میکشه که فکر کنم اوکی شه. آفرین آفرین. سخت میشه. بعد ما میدونی که ممکنه دو سال این قضیه ادامه داشته باشه حتی. ببین من اصلا کلا در موردش اظهار نظر نمی کنم، ولی خودم رو در نظر می گیرم که چه وسواسایی پیدا می کنم بعد از این ماجرا. من که همین جوریش کلا وسواسی هستم. خب بعد از این ماجراها دیگه فکر کن که چقدر حالا اینجوری میشیم دیگه. این برمور رو خیلی نمیشون. ولی سعید فکر میکنم امشب مثل ماهی تو داری لیز میخوری همش. نه جواب ما رو نمیدارم. بچه هم اونجا دارن توی کامنت ها خودشون رو میکشن که چی؟ چرا داره در میره سعید از چی؟ کلن حرف زدن و اینا. نه اوکی هم تو بپرس، از تو حرکت از من برکت. خیلی خوب آقا، عرض به حضورت که بذار من این چیزی که بچه ها میذارن رو برات بخونم. تو کجا آقا میگن که آره اینجا میسری شکلا کشیدم نشون بدم. آقا میگن که نظر در مورد آلبوم جدید سروش چیه؟ کدوم آهنگشو دوست داری؟ کدوم فکر میکنی با حال نظر چیه؟ همیشه توی هر جایی صحبت کردم گفتم که هیچ کس خفنه دیگه. اینکه من خودم با آهنگ تو توییترم نوشته بودم
چرا نمیمیری خیلی آره منم خودم خیلی با اون حال میکنم. آره با اون خیلی خودم تویت کردم اون ترکی که تو آلبوم رو ریپیت باشه بخوام گوش بدم من انتخاب میکنم. در کل هیچ کس همیشه با حال آقا میخوای کامل بگو ادامه بده. نه همینو میخواستم بگم. پس کلا با آلبوم خیلی حال کردی با حال بودا. میخوای کامنت ها رو باز کنیم با هم دیگه یه ذره بخونیم ببینیم چی به چیه. بچه آماده این ترنو کامنتیم. من این سوال از تو بپرسم قبل اینکه از من سوال بپرسی. بگو امشب شب توه. بگو هرچی دلت میخواد بپرس بگو. امشب به جواب میدم سعی. راسته میگن تنها آهنگی که تو گوشیت رپه تابستون کوتاهی زد بازیه. آره یا نه؟ بعد میگن با قسمت نسیمش فقط همخونی میکنی. آقا رضا هم اومد. رضا هم اومد وایس لحظه. کدوم رضا؟ بچه‌ها اشاره میکن. رضا اومد راجب همه چی چیه؟ پوری هم اومده. سلطنت منطقه. آره رضا چی پرسیده؟ رفت فرار کرد سری تا شناسایی شد فرار کرد. یه رضا میشه خداییش خیلی راست بود. ببین یه لحظه سعید قبل از اینکه این جواب سوالتو مشکلت با جی جی چیه؟ آقا اینو الان صحبت کردی. نه نکردی جی جی نگفتی واقعا. بگو آقا به نظرم آماتوره. بیتایی که درست میکنه آماتوره. خب آقا بریم با هم سوالا رو. میگه سعید همیشه میگه موزیک سلیقه‌ای نیست و من فکر میکنم سلیقه جامعه بده و یه سری آهنگا بده. یه توضیح بیشتر بده. من نمیگم سلیقه جامعه بده. اینکه من نظرم اینه که همیشه یه موزیک در مرحله اول خوبه یا بده، یعنی یه سری چیزا توش هست که نشون میده این خوبه یا بده. در مرحله دوم تو موزیکایی که خوبن میتونیم انتخاب کنیم که کدوم سلیقه منه. میدونی چی میگم؟ یعنی باید ما توی موزیکای خوب سلیقه اونجا مطرح بشه که ببینیم کدوم موزیک با سلیقه من بیشتر میسازه. مثلا یه سری موزیکای بدن، یعنی مثلا اون یارو جیغ میزنن میخونن اون سلیقه‌ایه. منظور چی جیغ میزنن میخونن؟ یعنی فالش میخونن؟ اما با این چیزه این دیسلاوایی که توی بازارش ممکنه توی ماشین خفنه کباب بشنوی. اون سلیقه آره موزیک بده. آخه خیلی بده. اون چیه تو دماغه؟ این ببین این سوال همیشه از اولین باری که لایو گذاشتم یا عکس گذاشتم این بوده. خب چرا توضیح نمیدی یک بار برای همیشه تموم شه بره سعید؟ بابا هر روز دارم توضیح یک بار برای همیشه اینجا بگو تموم شه بره. این پیسینگه تموم شد و رفت. نظر تموم میشه الان؟ آره ایول. حالا به هم من از یه سری کامنت ها عکس میگیرم. خب یه سری مسیج ها عکس میگیرم. یارو مسیج ها دود اون چیه لای دماغت آقا؟ دماغ ها چیه باید رو با کنم این چیه لای دماغ رو با کنی نشون بدیم. من این نفهمدم چی نمیشتی. بذار یه لحظه کجا رفتی؟ زود برگردم که حرف در نیارم. سعید یه کامنتی که خیلی هست میگن چرا سعید توپول شده؟ به خاطر کرونا سر خوش میگذره به اونجا نشستی میخوری و میخوابی و اون ادوایسر رو گوش میکنی و دیگه من بیت ساختن و کار درست کردن و غذا خوردن و خوابیدن و این البته که خداییش رو بگم حاجی میگم دمای موفق 7 ساعت میخوابن. ترامپ 6 ساعت میخوابه. من آجی 3 ساعت میخوابم.
حالا داریوش یه روب میخواد. چند روز کرونا اینا اومده، داریوش هر روز هشت و نیم زنگ میزنه به هم، بیدار میشم. خب هر موقع جواب میدم میگم سلطان کل ایران خوابن الان. میگه حالا بلش کن چه خبر اینا. بعد بهش میگم داداش میشه بگی چرا انقدر زود بیدار میشی و اینا؟ میگه که حالا من خیلی مراد کردم، خواستم حرف بزنم دیگه تا هشت و نیم نفهم. من دوستام ساعت 5، 5:30، 6 میخوابن. یعنی یهو میبینم مثلا دارن ساعت 5 به ویدیو میکنم، میگم آقا یعنی چی شما کی میخوابین کی بیدارین؟ دوستات 5 صبح میخوابن خیلی خوب. آره اصلا نمیخوابن مرغ و خروسا و این حرفا دیگه، از دست اینا شکارن. این چی نوشت اینجا؟ چند تا چیز حله؟ نفهمیدم چی گفتی سعید، بگو یه بار دیگه. خفم برات بخونم. بخون بخون. یه ورس جدید نوشتم میخوام بخونم ملک. بخون. نه با از همین مسیجای داستاندار میخوام برات بخونم. بخون بعد من از سوال دارم بپرسم. بالا بپرسم اینا رو پیدا کنم اینجا رو یه جار. میگه دخون چیزی مصرف میکنی؟ نه آقا این چی حرفیه، من هیچ چی نمیزنم، نه مشروب نه. میدونی یاد چی افتادم؟ بعدش از سوال پرسیدم تو شوفرشو که آقا مثلا های بودن تو اینکه آدم مثلا چه جوری فکر بکنه یا آهنگ بسازه تاثیر داره یا نه. خیلی جوونا رو نجات داد. نه اصلا اون که هیچی. بعد گفتی که طرف برگشته گفته سلطان معلومه خیلی سم زدی که الان تونستیم بی تو بزنی. نه یه کامنت داریم که خیلی زیاده، یه کامنت دیگه خیلی زیاده اینه که داشت حال میده با این هنگ چت کن. با یزید یعنی چت نکنی حال آفرین دیگه الان آقا چت کردم یه چیزی نیست به خدا. من کامنت ها رو ببندم. ببنده از سوال بپرسم. کامنت خفم میخوام برای طلایی بخونم. اوکی بعد باز میکنیم آقا یه دم صبر کن. زده که نظرت راجع به عملکرد ملی چیه؟ خوبه. حالا عمل کرده شروع نشده هنوز، یه امسال شروع میشه عمل کرده است. دهخان رو هیچ کس رو میشنویم؟ چی؟ دهخان رو هیچ کس رو بعدا هر دا بخواد راضیم به دهخانه او. آقا اینجای یه دست سب کنیم اینجای دست خط بچه ها افتضاح کسافت. آجی یارو بهم دایرکت داده چرا کار نمیدیم؟ دادم دیشب کار دادیم. ببین سعید زده که این که آهنگات گوش خراش میشه از قدیمی بودن دستگاه هاست یا کلن اینطوری میزنی؟ خیلی رعایت میکنم که گوش خراش نشه. احتمال باند بعدی گوش میدن با ما. احتمال داره بیکای نسبتا خلوت دارم. آلبوم داریوش چی شد؟ آلبوم داریوش هم یه سری از کاراش آماده است، حالا یه سری دیگه هم باز داره جمع میشه. فعلا خبری راجعش نمیدونم. خب حالا خود بخون. میتونی برای من یه بیت بزنی یا فکر میکنی در حد من نیستی واسه همکاری؟ البته قضاوت نمیکنم، امیدوارم تصمیم درست رو بگیری. کی هستی اصلا تو بگویش؟ نمیدونم. و در جواب براش نشتم. خب جواب بده. یارو زده امروز هستین برای تیشرت ها؟ زدم آره. زده پس من مهم میشم به صرف بید شهریار. خب باز کنیم یا میخوای بخونی باز؟ نابیاشو هنوز رو نکرد. اوکی بگو. تو سوال بپرس لالوش، من این پرزرگانی از اینا میرم. داریوش و عرضم به حضورت که علی خیلی میپرسن. حاجی ترجیح میدم راجع به بچه های دیگه همچنین صحبت خاصی نکنم، چون که من واقعا بگم من با هر کی کار کردم هر روز پیش همین در دیگه
حال احوال پرسی و داریم در نهایت. خب حالا بهشون بگو آقا یه استوری یه چیزی بذاریم بگین خوبم، حالم اوکیه، ردیفم، خوبن، هم که بچه ها نپرسم چون ولت نمی کنن. سعید حاجی من کلن همینم دیگه، چون با بچه های زیادی کار کردم همه حال اونا رو میپرسن، هیچکی حال من نمیپرسن. حال خودت چطوره؟ حال اصل حال خودت چطوره؟ ردیفی؟ من حاجی چند وقت خوبه خوبه. از همون چیزه ادوایسه که قبل از عید بدادن یا نه؟ نه اون که یکی دو روز حالمو خوب کرد. ببین دیدم که استوری گذاشتی داری راه میری یا میدوی، نمیدونم شروع کردی یا نه. کدوم؟ نه اشتباهی یکی دیگه بوده، من همچین استوری نذاشتم حالا ندویدم. چرا عزیزم گذاشتی که داری راه میری حالا دویدن نه گذاشتی عزیزم؟ خودم دیدم سعید از این باید اسکرین رکورد میکنم. یارو مسیج داده سنگ خوب از کی بگیرم. زدن چرا سفیر آلبوم نداده میدونی تو اینو؟ سفیر که دهن ما رو یه پسر دیگه هم هست بغل دست سفیر ویدئو میزنه. دهقان رو میگی؟ نه 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 یه ساعت ویدئوی خوب میزنه ولی بقیه رو نمیزنه. تو زندگیش امید آورده این که با هر تصویرگری که آشنا میشه یارو گشاده. ببین دو سه سال ما با هر تصویرگر لفظ باحالی نیست، با هر کی که کار تصویر میکنه ما دو سه سال سر و کله میزنیم آخر در. ببین من چی میکشم سعید؟ تو هم میشناسیش؟ عجیب آقا ما یه پسر رو دیدیم گفت فیفا بازی کنیم سر مثلا زندگی سر فیفا. داریم اول بهش زدم رفت خونش. ببین میدونی چرا شوفرشو 6 ماه اصلا هیچ کاری نکرده؟ چرا؟ به خاطر همونه دیگه. بخون کامل چیده نمیتونم تاره بعدم برعکسه آینه ایه. اه وایسا بذار خودت بخون. واخه تو میخوندی با حال بود. خب آخه نمیتونستم برعکس بود. ببین همون داداشمون میگه که همون داداشمون میگه محمد شمرونی هم بیا. محمد شمرونی رو کجا؟ یکی شهادت بده بیانش بگو که درست میگی یا نه. درست میگم آجی. یارو مسیج داده دقیقا برای بیت زدن از کجا باید شروع کرد زدم از کجا. همینو یه سکرین شات بگیر یا سب کن بگیریم بچه شما سکرین شات بگیریم. یک دو گرفتی؟ آره. سعید برامون از وریوس بگو، از کارهای خودت بگو. آلبوم دست جمعی نگو وریوس دیگه، بگو آلبوم همگانی. آه بله بله، آلبوم همگانی چی شد داداش؟ آلبوم همگانی یه دونه از کاراش دیگه مونده که فاینال شه. تیزر و ایناش هم زندگی من رو سیاه کرده. اونی که داره تیزر می پوریا رفت یا هنوز هست؟ پوریا هست، همیشه هست. من هر موقع دوست دارم پوریا رو ببینم 3 ثانیه بعد میبینمش. آفرین. یارو بهم دایرکت داده بای. چیکارش کردی؟ داده کلا بای. نه پوریا واقعا درجه هم خوش صحبت، واقعا همین که حالا اسمش هم اومد اینجا. پوریا باید بیای. یا ببین پوریا تو تنها تصویری که تو تنها قابی که میشه دیدش همیشه 3-4 تا هایفه و 2-3 باکس سیگار. هر جا که دیدی با این مشخصات بدون پوریا اونجاست. یارو دو مراقب خودت باش. تنهامو دوست دختر میخوام.
خب چرا عمل نمیکنه؟ چرا الان همه من چجوری باید این کارو کنم؟ خب تو باید یه سری ادوایس بدی دیگه. چطور یه سری ما ادوایس بهت میدیم برای اون جریان؟ آهنگ امید کامنت گذاشته دقیقاً داداش یه 50 بزن تو حسابم خیلی بندم. این عاشق اینا که میگه یه شارژ بزن با هم صحبت کنیم. تو معلومه بد باخت دادی یا سر شارژ. خیلی انقدر فرستادم زنگ نزدن. یونی شارژه که ماهانه میدی میره. چی کار باید بکنم سعید؟ به امید اینکه یکیش بگیره. آره خیلی اوضاعم خرابه سعید، کمکم کن. خب بچه سوال دیگه ای ندیدین؟ میخوام یه چیز دیگه از سعید بپرسم. همه چی اوکی دیدین؟ سعید خود دیدی کامنت ها رو؟ چیزی نمیخوای بپرسی؟ بذار من ببینم چند تا فروشگاهی که میخری و معرفی کن. زده خودت انجام میدی همه این کارشو؟ من لباس آمار میگیرم ببینم که ایران نیست و زودتر بیاد. از این لباس های ارزون و فیک بازار سفارش میدم، اون میگیره میگه. میگه چرا ایمیلتو دایرکت رو چک نمی کنی سعید؟ دایرکت همون که چک میکنم واقعا همیشه، ولی اونایی که دیگه خیلی پرت و پلاست جواب نمیدم فقط. و اینکه ایمیلم هم آره چند وقت چک نکردم، اون ایمیلی که کار میاد تو به زودی همین روزا باید چکش کنم دیگه انقدر کاری میاد. آره زده اسپاتیفای چرا جدی نمیبرین جلو؟ اسپاتیفای واقعا وظیفه هر آرتیستیه که این کارو انجام ده و من امس دارم که اسپاتیفای و همین بچه رو کنم. سعید کلاس آموزشی تو بگو هنوز میذاری یا نه جریانش توضیح بده؟ آره میخواستم آنلاین بذارم. ببین چقدر عجیبه، من خواستم کلاس آنلاین بذارم یهو اصلا حضوری موزوری همه سرش گرد شد. سعید حالا گفتی آنلاین بذارم یه عکس اومده بود تو واتساپ برام فرستادن که تایتانیک در حال غرق شدن بود. اون من نشون میداد که اساتید رو عرشه دارن در حال ویالون زدن آموزش میدن. اینجوریه واقعا یا نه؟ الان انتظار داری بگم بله اینجوریه واقعا. اون سوالی که اون اول پرسیدی گفتی جورابتو نشون بده اینجوری میشه جد. از اونا میخوای؟ این آهنگی که تو گوشیتر رو باز بگم. مشکل چیه؟ مشکلم نرفتی سعی. مشکلم با تو؟ نه یا کلن مشکلم واقعا میگم مشکل ندارم. فهمی اصلا من مشکلی ندارم و بیغمم. من نمیفهمم. خب ببین یه چیزی میخواستم بهت بگم. آها ببین میگم من این تیزرهای آهنگ مصری امید خب 5-6 تا تیزر که همه چیزایی که هست این چند وقته اتفاق، یعنی همهش نه ولی مثلا 4 تاش اتفاق چیزایی که تو تیزر هست. بعد من یه آهنگی چه عشق طبیعت بود خب اون آهنگ رو دادم یه چند وقت پیش یه اتفاقی افتاده بود، یه بلایای طبیعی اومد، سیل بود. آره بعدش سیل اومد باورت میشه و الان که این عشق طبیعت داری می حالا یه سیرت بگم، این کسی که این تیزر رو میزنه وصله. آره نوستراداموسه. آره دیگه داره از منفی الهام آفر. بعد تا من بطورم نکشه نمیره، ول میکنه. نه چیزم اینقدر لاغر شدم موام بلند شده جمدوست. او شدید. سعی یه دو تا سوال ازت دارم در مورد اتفاقای همین الان. میخوام بهت بگم که کرونا چه تأثیر روی زندگیت گذاشته؟ طالبش فکر نکردم، یعنی فکر کردم که چقدر داستانه، ولی آخه تو یه آرتیستی هستی که کارت یه جوریه که بیشتر پشت سیستمتی و اینا. خب
میخوام بدونم که تو به عنوان یه آرتیست این کرونا چی کار کرده باها، چه تأثیری داشته نداشته، اوکی اوکی نیستی، برای فرقی نمیکنه. ببین قبل از اینکه این اتفاق بیفته خیلی شل کار میکردم، یعنی گفتم حالا فردا فیلان انجام فلان کارو، ولی از وقتی که اینجوری شد که دیگه خونه موندنی شدیم، چند روز اولی که مقاومت کردم، ولی از چند روز بعدش سنگین کار زیاد میکنم، روزی 10-15 ساعت کار انجام میدم، بعد دیگه آشپزی و اینا میکنم و بلدی؟ سلطان میگم آشپزی، هنر آشپزی، همون هنر ایکس. خب چه دیگه یوتیوب چنل نمیزنی؟ چی بزنم؟ یوتیوب چنل بزنی آشپزی، دستور غذا و اینا به خدا میگیره. یه غذا دارم مخصوص دهخونه، بره چالپو دلک. دهخون به خدا تو نون فیس تو میخوری، یه چنل بزنی تو یوتیوب میتره کنی به خدا. ممنون این که مرسی پرسی هم میام نشون دادی. ببین این مرسی پرسی هم میام به این پیرسینگ ها گیر میدن اونجا یوتیوب، فضاشی داره سوسولی تر از اینستاگرام و توییتره. من چیزم در میرم از کوره. آقا فکر میکنی که جهان بعد از کرونا چه اتفاقی براش میفته؟ گفت الان صحبت کردیم که همه فیلینگی اینا. آره عمیقا فکر میکنی چه چیز دیگه پیش میاد در ابعاد بزرگتر؟ نه اینکه حالا وسواسی میشی چارچنگولی راه میری و پیس پیس اسپری میزنی و طبق چیزایی که تحقیقات ریزی کرده شده دیدم که یعنی رسیدن که این یه این ویروس سلاح زمینه، میبینه آدم ها دارن بگاش میدن، اونم یه چی درست میکنه که آدم رو بگاش. حالا این فضا تویتری شد. آره این وسط یه سری چیزا از بین میرن تا این که دوباره به همون بلنسی که هست برسه. سعید اینترنتت خیلی ضعیفه. اینترنت تو ضعیفه، من خیلی خوب خودم دارم. اگر بدونی که مال من اپراتورش چیه این حرفو نمیزنی. اوه اوه چیزه این ودوفان چی بود؟ اون که مال لهستان و اروپای شرق و اینا هست. تو داری نیستید الان؟ چی؟ اونجا نیستید؟ کجا؟ لهستان و اون بر چرا دلش؟ ما تو دارک وب هم دستی داریم به آتش. چیکار میکنی؟ آدم خفه میکنی؟ آره خب سعید حالا تو هر سوالی داری از من بپرس. من سوالام پرسیدم. من سوالام تموم شد. ساعت چنده؟ ساعت 10:10. بذار کامنت ها رو باز کنیم سعید. یه ذره با کامنت ها حال کنیم. آره باز کن کامنت بازی کنیم. ردیفه برو بریم تو بخون. خب بزن چی همش راجب مجازه. خب بگو دیگه ده. بگو تمومش مده سلطان بگو دیگه. این سوالو خیلی میپرسن ازت این چراه رو. چرا تو مجاز نبودی دیگه؟ آه. کار حرفه‌ای همینه، یه ممکنه حذف شه ممکنه اضافه شه. نه خب ببین یه چیز بگم، شاید آقا مثلا من رو توی تصمیمی بگیریم برای که یه کاری مثلا تغییر بکنه یا فضاش عوض بشه، صلاحی که اتفاقی بیفته خب به صورت منطقی، ولی اینو کسی که مخاطبه یه جوری دیگه برداشت میکنه. خب الان گفتم که کار حرفه اینجوریه که ممکنه هر چیزی تو پروژه پیش بیاد و ممکن از بیرون هم اونجوری به نظر برسه که آفرین، ولی خود چیزی که هست خیلی روونه. حاجی همه میگن که کار میاد. وریوس گفتی با تولد میاد؟ نه معلوم نیست، ممکنه میگم توی اردیبهشت یه سری چیزا بیاد. آرمان زده که چرا متوسطی تو فضای پوش خونکه. آرمون بعدم بهت میگم، در همون پارکی که چایی میخوری.
من این قرار نبود برند لباس بزنی. برند لباس که خیلی چیز بزرگیه، ولی حالا هر از گاهی یه سری چیزای یه سری پوشاک تهیه و در دسترس عموم قرار میدی. اون برندری که صحبت میکردیم تو شوفرشو رو انجامش دادی؟ یه سری برای تست یه چند تیشرت و اینا درست کردیم که مثبت بود. حالا باز یکم دستم خالی تر شه یه سری حرکت های دیگه مد نظرم انجام بدم. نه انشالله که انجام میدی و ردیف میشه. پوریا خیلی دارن میگن که پوریا پوریا پوریا، ما هم که قلبا تو رو دوست داریم، به نظرم بیا تو لایو ما. آره به الان که ستایی نمیشه، من میرم پوریا به جیمم نشه. نه الان که نه، باید اختصاصا پوریا بیاد، چون پوریا هم بزلگوه هم خوشمشربه. یه برنامه باحال با پوریا خواهیم گذاشت. پوریا خودت آماده کن. میگن از سورنا بگو. والا بی خبرم دیگه. از داریوش بگو. داریوشم چیشو بگم؟ 8 صبح بیدار میشه داریوش. داریوش زود بیدار میشه. ردیفه. بچه اوکی همه چی ردیفه؟ تمام اوکی؟ سعید تو اوکی؟ بچه ها میخوام برم پایتخت رو ببینن دیگه. بله برو بریم. کامنت رو بستم. ببین. خیلی دارم سعید. عشقی دمت گرم که از من دعوت به عمل آوردید. قربونت برم فداشم. به سیاست های کثیف شما جامعه عمل بپوشم. دمت گرم برو میبینم. نه فداشم. یه چیزی میخوام بگم در مورد اینکه خب آرتیستایی که حالا خیلی ها میپرسن که چرا دوباره دهقان اومده، به خاطر اینکه یه آرتیست ما یه بار نمیاریم و الان هم نزدیک همون کار دست جمعیه به قول خود شماست و خواستیم بریم پیش خبر چی شد و چی نشد و این حرفا توضیح بدی و بعدم که کلا خواستیم جریان لایو رو بگیم بعد از 6 ماه. سعید هم خوشمشربه، همین که خیلی همه دوستش دارن، واقعا منم خیلی دوست دارم سعید. دعوتم دعوت ما رو بزرگ دوست دارم. مواظب باش. سلام برسون.